مغلطه توسل به جهل یا اپل to اگنورنس فالسی مغلطه توسل به جهل زمانی رخ می دهد که فرد صرفاً به دلیل اینکه شواهد و مدارکی مبنی بر نادرست بودن یک ادعا وجود ندارد پس آن ادعا را درست تلقی کند مثال اول نازنین علم خودشو بترکونه هم نهایتاً بتونه تا بیگ بنگ رو توضیح بده واسه از اون به قبلش هیچ جوابی نداره ولی ما دیندارا میدونیم که خدا قبل بیگ بنگ بوده از همینش هم میشه فهمید که استدلالمون موجه تره توضیح اینکه علم جوابی برای قبل از بیگ بنگ ندارد به این معنا نیست که اگر فردی دیگر پاسخی ارائه دهد بتوان آن را موجه دانست به بیان دیگر صرفا نداشتن پاسخ از یک طرف بحث دلیل بر درست بودن پاسخ طرف مقابل در آن موضوع نیست مثال دوم آریا دیروز با دوستم که اصلا آدم معتقدی نیست داشتیم بحث میکردیم که ازش پرسیدم تو میدونی بعد از مک چه اتفاقی میفته؟ اونم گفت نه نمیدونم هر اتفاقی ممکنه بیفته. بعدش بهش گفتم وقتی رفتی جهنم اون موقع میفهمی که چه اتفاقی میفته. توضیح در این مثال آریا با توسل به نادانی دوستش نسبت به سوال سعی دارد ادعای خودش را موجه جلوه دهد. در حالی که نداشتن پاسخ از طرف دوست آریا به تنهایی دلیل بر موجه بودن موضع آریا نیست کاری از تیم جمهوری بیخدایان